به ادامه صبح زندگی و بخش روانشناسی خوش آمدن. کاملا افشار انرژی درمانگر مهمان ماست امروز و باز هم قرار است مثل هر روز باز هم روی ایفتی صحبت بکنیم. البته در برنامه های قبلی روی ایفتی صحبت کردیم که چی است، چه تاثیرات داره، چگونه انجام بدیم، چه مشکلات ما را حل می سازه، چطور بتانیم از این تکنیک خوبتر استفاده بکنیم. البته کاملا جان یادآوری کردن زمانی که ما می خواهیم از ایفتی استفاده بکنیم باید نزد یک متخصص بریم و بنابر هدایات که اونا بر ما می تن ازش استفاده بکنیم و البته تاثیرات ایفتی بالای تمامی موارد زندگی ماست و یکی از مشکلاتی که خیلی زیاد در جامعه ما رخ میده، در خانواده ها رخ میده، مشکلات است که بعد از ازدواج یا هم قبل از ازدواج در دوران نامزاتی یا بعد از ازدواج در بین روابط زن و شوهری صورت میگیره. امروزی که دلیل به وجود آمدن این مشکلات چی است که در حال حاضر 80 الی 90 درصد از زوجها دوچاری مشکلات هستن و ایفتی چی تاثیر داره، ایفتی چی نقش داره، چی ربط داره به خاطر حل ساختن این مشکلات، بیشتر کاملا جان بر ما شما معلومات خود دادن. خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما وسیله جان، به خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوار هستم که هر صبحشان با عشق و سلامتی آغاز شود. سلامت باشین، تشکر، خوشحال هستیم که امروز واسم مهمان ما هستین. زنده باشین. خب یک چیز معمول است، همه ما شنیدیم، همه ما دیدیم در همه خانواده ها بعضی از مشکلات در هر رابطه موجود است، ولی در بعضی از رابطه ها خیلی زیاد میشه. اول میخواییم در رابطه به این برمون بگوین که دلیل به وجود آمدن مشکلات و اختلافات در یک رابطه چیست؟ بله وسیله جان، مشکلات و اختلافات خب قطعا جز از زندگی ما هست، مگر از لحاظ انرژی درمانگری که ما بخوایم ببینیم مشکلات بر اساس باورها در زندگی ما به وجود میه. زمانی که ما نسبت به یک چیزی باور منفی داشته باشیم، دیدگاه منفی داشته باشیم، منش منفی داشته باشیم، باعث میشه در زندگی ما بیشتر و بیشتر شود. زمانی که یک فرد با شخص ازدواج میکنه و زندگیش بر اساس منفیگرایی و بر اساس جنگ و جدال پیش میره، ای افراد کسایی هستند که از زمانی که تولد شدن نظارگر اتفاقات منفی در زندگیشان بودن، نظارگر دعواهای پدر و مادرشان بودن، نظارگر دعواهای خیش و قوم و همسایهشان بودن. پس در این صورت در فکر و ذهن اینا، در ضمیر ناخودآگاه اینا افکار منفی و باورهای منفی ایجاد شده نسبت به ازدواج و نسبت به روابط و اونا فکر میکنن که زندگی یعنی همی، زندگی یعنی همی جنگ که میکنن، زندگی یعنی همی گفتگویی که میکنن. چرا این رقم فکر میکنن؟ چون که اونا در محیط قرار نگرفتن که نکات مثبت را دیده باشن، اتفاقات خوب را تجربه کرده باشن. پس بر این اساس باورهای اونا کار خودش را میکنه و 99 درصد از زندگی ما کنترل میشه توسط ضمیر ناخودآگاه ما، که از زمانی که ما تولد میشیم الا 9 سالگی، البته بعضی ها میگن الا 12 سالگی، ضمیر ناخودآگاه همه باورهای خودش را جذب میکنه و تشکیل میده و بر اساس همه باورها افراد در زندگیشان مشکلات ایجاد میشه. زمانی که نظارگر اتفاقات منفی، نظارگر جنگ و جدل در او سنین بودن و به همین شکل باورشان تشکیل شده که ازدواج یعنی جنگ، ازدواج یعنی گفتگو، ازدواج یعنی مشکلات. بله دقیقا که همه قسم است و تاکید هم بر امی است که نباید در پیش روی اطفال خانواده ها جنگ بکنن یا هم حتی دعوای لفظی بکنن یا تا زمانی که اونا خواب هستن در اتاق که اونا خواب هم هستن نباید جنگ صورت بگیره یا بعض از کلمات منفی استفاده شد، چون ضمیر ناخودآگاه در هر حالتش بیدار است، بخصوص در وقت خواب، و جذب میکنه تمامی چیزهایی که میشنوه و صورت میگیره و جریان میداشته باشه در زندگی ما. خب حالا میایم ایفتی چی ربط داره با این مشکلات، با این روابط؟ قطعا در رابطه با EFT روزهای قبل هم صحبت کردیم بسیره جان. EFT در رابطه ها و در مشکلاتی که در رابطه ها به وجود میاد میتونه یک کمک بسیار بسیار بزرگ بکنه. زمانی که یک فرد باورهای منفی داره نسبت به ازدواج، نسبت به روابط و باورهای منفیش را هر روز داره زندگی میکنه، EFT کمک میکنه تا بتونه او باورها را خونسا بسازه، از بین ببره و باورهای جدیدی را ایجاد بکنه. زمانی که یک فرد باور داره ازدواج یعنی اسارت،
البته بیشتر این اتفاق در دختر خانم ها میفته که باور دارن ازدواج یعنی اسارت، زمانی که ازدواج کنی دیگه نمیتونی رشد بکنی. پس ایفتی در اینجا نقش بسیار زیبایی را ایفا میکنه که میتونه این باور را خونسا بسازه و اسارت بودن این دیدگاه را که نسبت به ازدواج داره از بین ببره و یک باور جدیدی را ایجاد بکنه. در این صورت زمانی که ما نسبت به باورهای منفی در روابط که داریم تجربه اش میکنیم، میتونیم از ایفتی کمک بگیریم و با او باورها را خونسا بسازیم و با خونسا ساختن او باورها کاملا یک زندگی جدید، یک صفحه جدید را بر روی خود ما باز بکنیم. چرا که ما انسان ها ماشین چاپ باورهای ما هستیم. زمانی که ما زندگی میکنیم، در طول زندگی باید بفهمیم چه باورهایی را داریم. از کجا باید بفهمیم؟ از تجربیاتی که داریم. هر تجربه‌ای که ما داریم مثبت یا منفی نشان دهنده باورهای ما است که در ضمیر ناخودآگاه ما چه میگذره. آیا ما ضمیر ناخودآگاه ما را باورهایی را با طلا نوشتیم یا باورهایی را با زغال نوشته کردیم؟ در این صورت از تجربیات زندگی میتونیم در روابط هم بفهمیم که ما چه باورهایی نسبت به ازدواج داریم، نسبت به روابط داریم. در این صورت میتونیم از EFT کمک بگیریم و خونسا بسازیم. دقیقاً. در بیشتر از مواقع بعض از حالات صورت میگیره کاملا جان، مثلا یک شخص است در یک خانواده زندگی میکنه که پدر و مادرش همیشه اختلافات را میداشته باشن یا هم در چهار طرفش مشنوه، ولی این نمیخواد که باور بکنه این موضوع را. زمانی که ما باور ما را تغییر میتیم و همزمان با این مایی مثلا این صحنه ها را ما هر روز مشاهده میکنیم، یا هفته یک بار یا ماه یک بار، آیا باز هم ایفتی کار خودم میکنه یا خیر؟ ببینین بصیره جان، هر فردی که بخواد به صورت خودآگاه جلوی باور کردن بعض مسائل را بگیره، اگر قبل از اون نظارگر نبوده باشه میتونه جلویش را بگیره، میتونه جلوی را بگیره که او باور در درونش ایجاد نشه. ولی اگر از زمان کودکی در همچین محیط بزرگ شده باشه، اصلا نمیتونه جلو باور کردن خودش را بگیره. چرا؟ چون او باور ثبت شده، او باور از زمانی که تولد میشی الا 9 سالگی یا 12 سالگی او باور ذخیره میشه و او را تو در طول زندگی خود تجربه خواهی کرد. بله. ولی اگر بخوایم به صورت خودآگاهانه و در محیطی که تازه وارد میشیم و جنگ و جدل را مشاهده میکنیم، میتونیم از EFT کمک بگیریم در زمان مشاهده همچین مسائلی، از EFT کمک بگیریم و از بین ببریم. و یا گاهی هم هست بعض از افراد که در محیط کلان شده که همه خانواده گفتگو داشته، جنگ بوده و پدر و مادر اصلا با همدیگه صلح نداشتن، اینا میتونه همین نظارگری هایی که در شاهد بودن، همین مشاهده هایی را که دیدن، تصاویر، خاطره ها، اینا را همش توسط EFT خنسا بکنه و فکر جدید توسط فیلم ها در خود ایجاد بکنه، توسط تصاویر ایجاد بکنه، توسط تمرکز کردن بر روی یک رابطه عالی در خودش ایجاد بکنه. یعنی هر چیز امکان پذیر است و اگر ما در محیط هم کلان شده باشیم که خوب نبوده، اختلافات بوده، یا هم در حال حاضر در اون قسم محیط هستیم، EFT ما رو کمک بکنه، کمک میکنه و کاملا ما رو جدا میکنه از اون مسیر. دقیقاً. و امیدوارم که هم ما بتونیم زندگی خوب داشته باشیم. و تشکر از کاملا جان که باز هم تشریف آوردن و باز هم روی یکی از متفاوت ترین موضوعات بر ما بیننده ها معلومات دادن. اگر پیام داشته باشین استان میشنم. زنده باشین. تشکر از همه هموطنان عزیزم. خواهش میکنم که در رابطه با زندگی که یک بار فرصت تجربه کردنش را دارن، عشق را محور قرار بدن. دقیقاً. تشکر. سلامت باشین. زنده باشین. حالا وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه صبح ها زندگی.